همین هم هست، کارای ایشون به دل میشینه، همه دوست دارن و این گشاده دستی ایشون در مقابل عوامل زمانی که خود رأی نمی کنن. ایشون یه جمله الان میخوام بگم، یه دیکتاتوریه که اصول دموکراتیک رو خوب بلده، یعنی در این حالی که در نهایت نظر خودش رو اعمال میکنه ولی گوش میده واسه سر همه آدم های دور و برش، از فیلم بردار تا بازیگر تا صدا و همه رو گوش میده و اون وقت تصمیم نهایی رو البته خودش میگیره. آقای مقدم الان دوست همبازی من، خیلی خوشحال میشم که راجع به آقای مقدم صحبت کنه. نظرت راجع به آقای مقدم چیه؟ مهربونه. اصولا کار با ایشون یک کار بسیار بسیار شیرین و خاطر انگیزه به دلیل همین ویژگی‌های انسانیشون، مهربانیشون، همدلیاشون، همفکریاشون و درک متقابلشون. پایتخت یک اولین بار یادم وقتی تموم شد، فرداش مردم تو خیابون میگن آخ چقدر زوم شد، چون 13 عید بود و همه دلشون میخواست که با این خانواده همراه بشن، باز این خانواده رو ببینن، این کامیونه رو ببینن. وقتی سازمان یه نیازسنجی، یه مخاطب شناسی گذاشت که بر اساس اون نیازسنجی کنه، معلوم شد که مردم اشتباه نشدن، اکثریت دلشون میخواد تازه با این خانواده دمخور شدن، رفیق شدن، دوستش دارن، میخوان تازه باش زندگی کنن. سریاله تموم شده، خود ما هم احساس کنیم خیلی قصه ها داریم، به خصوص آقای تنابنده احساس که خیلی سوژه قصه داشتیم که توی 13 قسمت فرصت گفتنشو نداشتیم و دستمون مونده بود این قصه ها و هم اینا همه دست به دست هم داد که پایتخت دو ساخته بشه. عین این ماجرا بعد از پخش پایتخت دو اتفاق افتاد. ما حتی سفرهایی که به شهرهای مختلف میکردیم میدیدیم که مردم دلشون میخواد باز قصه‌های این خانواده رو بشنوند. کارهای مناسبتی حالا متاسفانه یا خوشبختانه پیش تولید، تولید و پس تولید همزمانه و این ماجرا هم خب طبیعتا هم به لحاظ حالا یک محاسنی داره، ممکنه یک معایبی هم داشته باشه. محاسنش اینه که شاید بشه گفت که خب تقریبا قصه کارها میتونه به روز باشه و به روز نگه داریم کار رو، مخاطب همون چیزی رو میبینه و میشنوه که تو جامعهش داره اتفاق میفته و یه بازخوردهای خوبی داره. به لازم معایبش هم شاید اگر بعضی از این صحنه‌ها و بعضی از این اتفاق اگر زمان بیشتری داشته باشه میتونیم با کیفیت بهتری شرایط رو فراهم بکنیم که اون صحنه‌ها ضبط بشه. تمام سکانس‌ها طی یک عملیات تیم ورکی اتفاق میفته. همه ما قبل از اجرا دور یک میز میشینیم، تبادل نظر میکنیم، سکانس رو دورخوانی میکنیم و با حضور آقای مقدم و آقای تنابنده و اون وقت بهترین ها رو گلچین میکنیم. جاهایی رو ممکنه تصمیم بگیرن که هرشه، من نظرم رو میدم، میگم به نظرم مثلا این دیالوگ به درد بهبود نمیخوره، آقای تنابنده و آقای مقدم و بقیه بچه ها مثلا راجع به اون موضوع و اون اتفاقی که قراره توی سکانس بیفته همه با هم هم فکری میکنیم و وقتی که همه چی اوکی و خوب و درست در واقع جلوی دوربین و مقابل دوربین میبریم و فکر میکنم این راز موفقیت یک کار گروهی هستش، نه حالا توی فیلم. همه جا این به نظرم اتفاق میمون خوبیه. ببینید اگه دقت کرده باشید سریال پایتخت شاید تنها سریال ساخته شده است که شخصیت منفی توش نیست و خیلی سخته شما سریالی رو، یک نمایشی، یک درامی رو جذاب بسازید که مردم عاشقانه دوستش داشته باشن ولی بر اساس تضاد خیر و شر، خیر و شر بیرونی شکل نگرفته باشه.
تنها سریالیه که آدماش همه خوبن، مهربونن، عصبانی میشن ولی یه دقیقه بعد فراموش میکنن، دوچار بحران میشن ولی بهش لبخند میزنن. خب اینا نشون میده که پایتخت با یه شیوه جدیدی تو دل مردم نفوذ کرده. علت این محبوبیتش هم به نظرم شرافت خانواده است، نجابتشونه، شرافتشونه. خانواده شریفی که کنار هم به خوبی زندگی میکنن، مشکل دارن، از طبقه متوسط ضعیف هستن، ولی حاضر نیستن پدرشونو به خانه سالمندان بذارن، حاضر نیستن یه لقمه نون حروم در نهایت تنگ دستی هم باشن بخورن. همیشه خدا رو بالای سرشون میبینن، خدا ترسن. و خیلی از نکات مثبتی که خانواده باید داشته باشه، خب وقتی شما یه خانواده شریف و خوب و طراحی میکنی، همه دلشون میخواد یک کاش خانواده ما اینجوری بود، بریم ببینیم نه چیشو خوب ما میاد بگیریم. خب این وظیفه رسانه است، وظیفه ماست. قریبی سخت منو دلگیر و داره، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، فلک برگردنم زیر و داره، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، فلک از گردنم زنجیر و بردار، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، که غربت خاک دامن ما که از تئاتر اومدیم، همیشه ایدالمون توی کار تصویرم شرایطی است که بر گروه‌های تئاتری حاکمه مثلا تحقق پیدا کنه. و به طور مثال تو گروه‌های تئاتری با اینکه شغل‌ها و پست‌ها مشخصه، یکی کارگردانه، یکی نمایشنامه نویسه، یکی بازیگر نقش اوله، یکی نمیدونم تهیه کننده است، یکی جزء کادر فنیه، ولی همه گروه مشارکت میکنن در پروسه تولید و پرداخت یک نمایی. به همین علته که اغلب کسایی که تو کار تئاتر هستن، حالا منهای اینکه نمایش چقدر مخاطب داره و چقدر لحاظ اقتصادی موفق بوده یا نبوده، کلن یه خاطره خوشی برای عوامل تئاتر، فقط به دلیل مشارکت جمعی. یعنی تئاتر چه برای کودکان چه برای بزرگسالان وقتی کار میشه، بشارت دهنده کارهای جمعیه، روحیه جمع‌گرایی رو تبلیغ میکنه. تو کار آقای مقدمم این ویژگی وجود داره، یعنی برعکس کارهای دیگه تلویزیونی یا کارهای تصویری که کارگردان حرف اول و آخر رو میزنه، نویسنده متنش رو مینویسه، هر کس پستش مشخصه، در کار دیگری دخالت نمیکنه، اینجا برعکسه. تو کارهای آقای مقدم دقیقا همون روحیه مشارکتی و روحیه جمعی حاکمه. به طور مثال ممکنه یه آبدارچی در گوش من یه چیزی بگه، بگه اگه این جمله رو بگین قشنگتر، اگر روش نشه به آقای مقدم بگه، بعد من همونو مطرح میکنم، بعد آقای مقدم میگه چقدر بله خوبه. یعنی عوامل از میگم بالاترین پست میگیریم تا معمولی ترین پست، همه احساس میکنن که کار اوناست و تو این کار متعلق به خودشون یه مشارکت تام و تمام دارن. چقدر اجازه میدین بچه‌ها نظر کنن؟ بی‌نهایت قبول میکنید یا نه؟ اونایش که نه، اونایش که خوبه ده. چرا؟ یه چیزی خوبه درسته فرق نمی کنه. اینو کی داره میگه؟ مهم حرف درسته، پیشنهاد خوبی داره. اونایش هم که خوب نیست آدم انجام نمیده، گوش نمیده. ولی بی‌نهایت اوپنه. حتی کسی که برای ما چایی میاره اگه نظری داشته باشه اجازه داره نظرش رو بگه. پایتخت سریال حساسیه. یه بخشی از صحبت ها هم شاید امروز شما شاهد بودید. سریالیه که به دلیل اینکه موج ایجاد کرده، به دلیل اینکه حرفهای تازه میزنه، مثل قطاریه که تا وقتی ایستاده کسی باش کاری نداره، به محض اینکه این قطار راه میفته بچه ها میزنن شیشه هاشو میشکنن، سرکله مسافره رو زخمی میکنه. پایتخت در واقع یک جریانی رو به وجود آورده، یک موجی رو تو سریال سازی به وجود آورده که
سر شکل کمدی داره، یعنی با شوخی داره انتقادهای گزنده میکنه، معضلات و مشکلات اجتماعی، اخلاقی، روانی آدمها رو واکاوی میکنه، موشکافی میکنه، به نقد میکشه و راه حل نشون میده. این طبیعیه که با یه سریال ساده ملودرامی که خود منم نمونهاشو زیاد کار کردم، ساخت خیلی کار سخت‌تریه، هم نوشتنش هم پرداختش و ساختش. ویژگی های بارز کارکتر هما در اومده و ما هم اونها رو در واقع اعمال کردیم و نگه داشتیم، حالا دیگه نهادینم شده در من واقعا، هم برای گروه نویسنده ها هم برای آقای تنابنده به عنوان بازیگردان. فکر نمی کنم خیلی تفاوت کرده، کارکتر خیلی مشخص و محکمه. من فکر کنم که این میزان از گذشت فداکاری و مهربانی تا اندازه حتی باورناپذیره. تمام تلاش من اینه که باورپذیرش بکنم. میدونی سعی میکنم که این نقش رو جوری بازی کنم که به دل همه بشینه و باورش کنن به عنوان یک کارکتر، ولی واقعیت اینه که اصلا همچین آدمی به نظرم وجود نداره. حالا این سوال کارگردانی ما گفتن که از من ازتون بپرسم که چقدر خاصیت خودتون هم خونی داره. نه واقعا من آدم نامهربونی نیستم، ولی تا این اندازه از گذشت تو اصلا ندارم. برای خود من ماندگارترین سکانسی که به خاطر سختی و رنجی که براش کشیدیم تأثیر گذاریش، سکانسیه که اون فولکس واگن که بابا پنجلی توشه تنابش بریده میشه و میخواد سقوط کنه تو اون دره و تلاشی که این خانواده میکنه برای اینکه این پدر رو نجات بده، هم به لحاظ ساختار کار فوق‌العاده سخت و تأثیر گذاری بود، هم به لحاظ محتوا و معنا سکانس خیلی خیلی پرمغزی بود. توی پایتخت یکم سکانسی رو که همیشه دوست دارم، لحظه یه که بی خانمانن، جایی ندارن، اسبارو دستشون مونده و مرد خانواده تصمیم میگیره پشت کامیونه تبدیل کنه به خونه، اون موندگارترین سکانسه. توی پایتخت سه رو باید بذاریم تموم بشه بعد بهتون میگم. من فکر میکنم آدمی که امروزش مثل دیروز باشه و فرداش مثل امروز باشه، آدمیه که خودش کنتور تموم شدن خودش زده، دچار مرگ مغزی شده. بشر به امید زنده است، به پیشرفت زنده است. اگر 1% تیم پایتخت احساس بکرد که پایتخت دو به نسبت پایتخت ده یک عقبگرده و حتی 1 درجه زدن و تکراره، دست به این خودکشی نمیزنه. در مورد پایتخت سه هم همینجوره، اگر احساس بکردیم که پایتخت سه یه سرگردن از دو پایتخت بالاتر نیست، اصلا وارد این مرداب، این گرداب نمیشه. پایتخت سه پایتخت 1 جذاب‌تر شده، یعنی که آدماش پخته تر شدن، آدماش جا افتاده تر شدن، مسائل تازه تر پیدا کردن، شعور فرهنگیشون، علمیشون به 3 سال پیش بیشتر شده. کجا میتونه پایتخت بره جلو؟ پایتخت 10، 20؟ نه، آخری شد. فکر میکنم که این پایتخت آخرین پایتختی باشه که ساخته میشه. تا وقتی که مخاطب دلش بخواد هنوز این خانواده رو ببینه و همینطور از طرف گروه نویسنده کارگردانی این انگیزه وجود داشته باشه که باز کار جدید ارائه بدن، یه کار خلاقانه تر، من فکر نمیکنم بشه یک سال مشخصی رو تعیین کرد. به نظر من تا وقتی مخاطب هنوز طلب کنه میشه ارائه داد. من الان دارم یه بار دیگه هم یه جا گفتم پایتخت 20 فکر میکنم، وقتی که من 61 سال و اگر زنده بمونم. البته تو همه جای دنیا مصطلحه و خیلی از سریال ها هستن که های متمادی ادامه دار هستن. تا اونجایی که مردم دوست داشته باشن، ما هم وظیفه داریم به عنوان عوامل این کار بکنیم. هر گاهی که دیدیم خب دوست ندارن دیگه نمیده، قطعا ما هم دست برمیداریم دیگه کار نمیکنم. ایشالله که سال خوبی داشته باشن همه و پر از سلامتی و صداقت و درستی باشه. مطمئن بسیاریتون مقدم و شما در کار بعدی یه فرم دیگه ببینید، تلاش میکنه که یه شکلی دیگه ای باشه، حرفای تازه تری داشته باشه، یه قدم به جلو باشه، هم توی سر و شکل کارش، هم توی معنا و محتوای کارش. بچه های ما رو بگو جوان بیاد. آره.
باشم. فقط ما اینجا سینا رو میگیریم چون هیچ پنجره‌ای نداریم که ببینیم نقی از کنار شهر میشه اینا صدا میاد. این اتاق خواب پنجره نداره؟ گفتم اونجا نه. از اونجا گروه چینی رو دیگه نیم. درست. هیچ کس از گروه کارگردانی نیست. کجا را یعنی چی؟